السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال یکی از خواهرای ما درباره شخصی که همیشه نماز صبح ترک میکنه و سوال دومشان هم درباره از این که انسان وقتی که بعد از گناه توبه میکنه چطور بدانه که توبهش قبول شده نزد پروردگار. میریم جوابش از زبان استاد بزرگوار احمد عارفی حفظ الله مشنویم. کاربر عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نماز ستون دین است و علال خصوص نماز صبح و نماز عشاء برای یک مسلمان ادا کردنش انقدر مهم است که مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که دو رکعت نماز صبح با ارزشتر از تمام چیزی که در دنیا هست و تمام چیزی که ما فیها است، یعنی از او که با ارزش است. و این درباره دو رکعت نماز صبح است. این حالا شما ببینین که نماز فرض که دو رکعت فرض است چقدر ارزش داره. شما با خود فکر بکنین برادر یا خواهر مسلمان من، که چرا از صبح از خواب گران خود شما بیدار میشید و فقط دو رکعت نماز میخونید. دو رکعت زیاد نیست، دو رکعت سنت، دو رکعت هم فرض، یعنی درکت نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه الله سبحانه و تعالی بندگان خود را امتحان میکنه. ما بزرگترین امتحان در نماز صبح و در نماز عشاء هست. رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم که هر کسی که نماز صبح و عشاء خود را ترک میکنه نمیخونه، از نشانه های نفاق است، یعنی منافق است. از نشانه های منافق است. و این در وقتی یه حدیث گفته شده که وقت بعضی کسا در نماز صبح در جماعت نمیمدن، اما در خانه میخوندن، یعنی نماز خود در خانه میخوندن، با وصف از اینکه در خانه هم میخوندن بالای اونا لقب منافق گذاشته میشه. چرا؟ مسجد نمیرن. اما شما اگر خواهر هستید، شما میتونید در خانه بخونید نماز صبح. چندین دلیل داره که انسان نمیتونه با نماز صبح بیدار بشه. یکیشی است که انسان از کار شب را، از کار خواب را انجام نمیده، با کسالت خواب میکنه و وقتی که با کسالت خواب کرد و از کار را حدا نکرد، شیطان میایه و در پشت سر ازی سه گریه میکنه، سه گریه محکم میکنه که این بیدار نشه. و حتی شیاطین میاد در گوش ازی ادرار میکنه و ادرار شیاطین مثل ادرار انسان ها نیست که او را انسان محسوس بکنه. این مثل واکس و چیزی هست که در گوش انسان یعنی حالت غفلت را میاره و بعد از او شیاطین برای انسان خوابهای رنگ و رنگ را تزریق میکنه. شما متوجه باشین هر وقتی که شما به نماز بیدار نمیشین، شما خوابهای خیلی عمیق میبینین، خوابهای میبینین که مثل سریال ها هست. میخواین ببینین که بعد از او چی میشه، بعد از او چی میشه، بعد از او چی میشه. دیگه به مو شکل که سریال ها از شیطان ها هست، ای خواب ها هم از شیطان ها هست که شما را غرق می سازن. پس شما سعی بکنید که شب وقتر خواب بکنید و از سریال ها و تلویزیون ها و فیسبوک و این چیزا دست بردارید، تلفنتان را از خودتان دور بکنید، اینترنتش آف بکنید. تمام مشکلات ما شما زندگی فعلی ما شماست، تلویزیون، اینترنت، مواره، فیسبوک و دیگر مسائل. از این چیزها قبل از ایش که شما ببینین، ما یک موضوع خدمت شما ایزان تقدیم میکنم و ای است که ما شما در افغانستان نماز عشاء را به نام خفتن یاد میکنیم. خفتن، خفتن یعنی خوابیدن، یعنی نماز خفتن تا که خواندی خواب کدگه بس. و حتی حدیث مبارک هم داریم که بعد از ادای نماز نماز خفتن یا نماز عشاء، هر کسی که صحبت بکنه هم مکروه است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده. دلیلش هم امی هست که انسان به نماز صبح بیدار شود، به نماز تهجد بیدار شود، به نمازهای نفلی بیدار شود. پس شما سعی بکنید خواهرم که زندگیتان را درست بکنید، شبها تا ناوقت برای لو لحف بیدار نباشید، برای درامه ها حریص نباشید، برای فیلم های مبتذل ایندیو که در او تمامش بت پرستی و دروغ است، برای موسیقی و برای فیسبوک. و ببینید شما وقتی که داخل فیسبوک میشین مصروف میشین، علا که ایچی گفته، علا اوچی گفته، کامنت ها را بخوان. این نه، نه خیر، تمام از این لح و لحب است. به الله قسم که الله سبحانه و تعالی محاسبه میکنه، از کردت تلفن هایتان محاسبه میکنه، هر
پنس یا هر سنت که، چون ما شما به دلار پول میدیم، هر سنتی که در مقابل کردیتتان شما مصرف میکنین شما محاسبه میشین. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به اندازه یک مثقال ام اگر شما مصرف میکنین از این کردیتتان، الله او شما را محاسبه میکنه. الله قسم میخوره والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان در خسران است. پس خواهرم، ما شما در خسران هستیم، در زیان هستیم. کردیت های تلفنتان را حفظ بکنید، در رای درست استفاده بکنید، در کانال های یوتیوب ما داخل شوید، در کانال های اسلامی داخل شوید، در کانال های مبتذل داخل نشوید. از تلویزیونتان به شکل درست اسلامی استفاده بکنید، از وقتتان درست اسلامی استفاده بکنید، تنظیم بکنید تا درست بیدار شوید برای نماز صبح ان شاء الله. و ما را هم از دعایتان فراموش نکنید. بخش دوم سوالتان، بله، انسانی که گناه میکنه و وقتی که پشیمان میشه، اما تو میگفتن که التوبه ندم، یعنی توبه چی است؟ که وقتی که انسان پشیمان میشه و شما توبه میکنین ان شاء الله، تا وقتی که انسان به الله شرک نمیاره الله سبحانه و تعالی توبهش قبول میکنه. اما توبه شرایط داره. شرط اولش این است که شما دوباره به او گناه بر نگردید. دوم، اسبابی که شما را به او گناه میرسانه او از اسباب را قطع بکنید. هر چیزی که شما را به او گناه میرسانه او را قطع بکنید، دیگر دو را نرید و جدیت نشان بدید. و دیگه هی که شما در مقابل از گناه کارهای خوب و نیک انجام بدهید. کسی که هم گناه میکنه و هم نماز خود را نمیخونه، نماز صبح خود را قضا میکنه، پس او بالای گناه دیگه گناه میکنه. یکی از توفیقی که الله سبحانه و تعالی برای انسان ها میته بعد از توبه کردن هی است که انسان اعمال خود خوب میکنه. یکی از زیگنال هایی که الله برای انسان میته که ما چه وقت میفهمیم که توبه ما قبول شده، ار وقتی که ما تانستیم 5 وقت نماز خود درست بخوانیم، ادا بکنیم، از کار صبح خود بخوانیم، از کار شام خود بخوانیم، قرآن خود را بخوانیم، پس ای یک زیگنال است از طرف الله سبحانه و تعالی که توبه ما قبول شده ان شاء الله تعالی.